چین داره چه نقشی رو بازی میکنه و این پررنگ شدنش در جنگ روسیه با اوکراین چه تأثیری میتونه بذاره تو روند جنگ؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب در خصوص الان می‌دونیم که بلاروس و لهستان در یک وضعیت متشنجی هستن. روسیه از طریق واگنرها در واقع داره اروپا رو تهدید میکنه، چون به شکل مستقیم نمیتونه با در واقع کشورهای عضو ناتو وارد حمله نظامی بشه، از طریق پراکسی مثل واگنرها لهستان رو تهدید میکنه. لهستان چیزی اولوش 10,000 نیروش رو به مرز خودش با بلاروس فرستاده و این سفر وزیر دفاع چین به بلاروس نشون دهنده حمایت چین در این تنش بین اردوگاه شرق و اردوگاه غربه. این یک موضوع. یک موضوع دیگه این که در واقع بلاروس به یک واسطه تبدیل شده برای اینکه کشورهایی که نمیتونن به شکل مستقیم به دلایل یا حیثیتی یا نگرانی از تنبیه‌های ناتو مستقیما به روسیه کمک کنن، از طریق بلاروس این کار رو انجام بدن. و در واقع سفری که وزیر دفاع چین به مسکو و بعدش داره به بلاروس میره، بعید نیست که ما بعدش به اصطلاح خبرش بیاد که یک کارخونه در اونجا افتتاح کردن، همونطور که ایران مثلا تولید پهپادهاش رو به بلاروس برد. این هم یه موضوع دوم. اما همه اینها در واقع به سر یک موضوع بزرگتر قابل فهمه، اونم اینه که ناتو و آمریکا توی ماه‌های گذشته کمربند خودشون رو به دور چین در واقع خیلی محکم‌تر کردن، هم از طریق تقویت اتحادهایی که اونجا دارن، هم از طریق برگزاری مانورهای نظامی، مثلا مانوری که در مورد کواد برگزار شد. و چین در واقع داره یک آرایش جنگ سردی رو میگیره با محوریت چین و روسیه و کمک ایران و بلاروس برای اینکه مقابله کنه با نفوذ آمریکا در شرق آسیا. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم از شما.